سوال بعدی این هست، آیا میتوان تحت چنین دروغی وفادار به خدای حقیقی و خدای انجیل بود یا نه؟ فقط به فکر این باشیم که دل مردم رو راضی کنیم. خیلی از عزیزان هستن از من میخوان که بعد از تو بهتر هست درباره الله صحبت نکنیم که بود هست، چون عده‌ای هستن که اون رو به عنوان خدا قبول کردن. اما این چی هست؟ این آیا این همون رضایت مردم نیستش که مردم رو ما در مسیر هلاکت قرار بدیم؟ بعضی از عزیزان از ایران زنگ میزنن میگن ما همون کسی هستیم که شما 2 ماه پیش برای ما دعا کردید، ما هم همیشه تو نماز برای شما دعا میکنیم، قلبش هم به مسیح داده. چرا؟ چون تعلیم درست نگرفته، چون نمیدونه خدای حقیقی و خدای زنده یهوه است، الله بوته. خیلی سخت بود یه زمانی، امروز نه، فراموش نمیکنم حتی زمانی که کلیسای پرستان مسیح رو بنا کردیم، خیلی از عزیزان به ما انتقاد کردن، گفتن چرا کلیسای پرستندگان مسیح؟ این باعث میشه که فارس زبان‌ها به طور خاص مسلمانان نیان، ولی اومدن. بیش از 800 نفر مسلمان رو من اینجا تعمید دادم و این فیض خدا بوده. اومدن. وقتی در راستی میستیم مطمئن هستیم که خداوند نیز با ما خواهد بود. در نامه رومیان 12:2 که فکر میکنم توی بروشوراتون دارید، همون صفحه اول اعلام میکنه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا چیست. تصور اشتباهی که باز از ذهن ما میتونه بگذره این هستش که وقتی میگیم همشکل این جهان نشیم، یعنی اگر تو فیلم فلان هنرپیشه فلان لباس رو پوشید و الان مد شده اون لباس، بچه من اون لباس رو میپوشه، من بهش ایراد بگیرم، میگم چرا تو شکل اون شدی؟ فکر میکنم اگر احیانا یک نفر با یه لباس خاصی اومد اینجا پرستش بکنه، من باید به اون ایراد بگیرم، بگم تو نباید اینجا با این لباس، چون این لباس رو دیدم فلان جا تو فلان فیلم بوده. اینا تصورات اشتباه است. تصور اشتباه این هستش که اگر جشن عروسی میشه، همه ایمانداران هستن، حالا نباید مشروب باشه، نباید ساز باشه، نباید رقص باشه. خدا رو شکر الان از این مراحل گذشته کلیسای فارس زبان، سالهای خیلی قبل متاسفانه در این اسارتها بود که تعجب میکردن توی عروسی چرا رقصه، چرا سازه. بله مسیحی ها این کارو میکردن، ولی آنچه در کلام خداوند در رومیان 12:2 میگه، میگه ذهنت رو تازه کن. کاری به لباس نداره، کاری به خوردن نداره. زمانی که من ذهنم در حضور خدا تازه میشه، مسلماً به خوبی میدونم چگونه لباس پوشم، چگونه سخن بگم در جشن و در ماتم که دوستانم دارن، چگونه رفتار کنم. دیگه این گونه نیست که مذهبی فکر بکنم. یک بار دیگه این آیه رو براتون میخونم، همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی لباس خود را ببخشید، کفش خودتون رو جشن. مال شما چی نوشته؟ میگه ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. امیدوارم به کسی بر نخوره. به نظر من حتی ما مسیحی ها که امروز ادعا داریم داریم خوب روش میکنیم، دام های مذهب بسیار در برابر ما هستش. همین باعث میشه که والدین با بچه هاشون درگیر میشن، نسل جوان درک نمیکنه کلیسای فارس زبانه و میخواد باش درگیر بشه، والدین درگیر میخوان بشن، شبانان میخوان درگیر بشن. قرار ذهن من عوض بشه، قرار نیستش که من نگاه به لباس بچه هام بکنم. اگر ذهن اون عوض بشه، بهترین لباس مناسب رو در هر کجا خواهد پوشید، بهترین رفتار مناسب رو خواهد داشت و ذهن من در حضور خدا هستش که عوض خواهد شد.